خروج از بورس به کجا اسم بورس تهران که میاد داغ خیلی ها تازه میشه از مرداد 1399 که حباب 2 میلیون و 200 هزار واحدی بورس تهران ترکید و بسیاری رو به خاک سیاه نشوند نام بورس با فحش و ناسزا مترادف شده اما با وجود این هنوزم بورس 211 میلیارد دلاری تهران یکی از مهمترین شاخصهای حرکت پول تو اقتصاد ایرانه تو دورانی که خیلیاتون از اسم بورس بیزار بودین صندوقهای دولتی و حقوقی ها در حدود سه ماه بورس تهران رو سی درصد باد کردن حرکت بورس از روز نهم بهمن 1400 آغاز شد که شاخص کل در حال سقوط به زیر یک میلیون و هزار واحد بود. روز 28 اردیبهشت 1401 بعد رسیدن شاخص به مرز یک میلیون 600 هزار واحدی حرکت بورس متوقف شد و صندوقای دولتی و حقوقی ها با سی درصد سود تو جیبشون ظرف 100 روز شروع کردن به فروختن سهما. البته در تمام این مدت هم شاهد فروش سنگین حقیقی ها بودیم که در حال ترک بازار بودن. فشار فروش حقیقی ها به قدری زیاده که خیلی ها معتقدن کف بورس تهران جارو شده و جز بازیگرای اصلی و حقوقی ها دیگه مردمی تو بورس حضور ندارن. از ابتدای تیر ماه سهامدارای حقیقی 5200 میلیارد تومن پول از بازار خارج کردند. خالص خروج نقدینگی حقیقی ها از ابتدای سالم بیشتر از 15000 میلیارد تومنه. اما نکته مهم این خروج سنگین پول مقصد پولای خارج شده از بازاره از 5200 میلیاردی که تو تیر ماه به وسیله مردم از بورس خارج شده حدود 2800 میلیاردش به صندوقای درآمد ثابت وارد شده تقریبا نصفش معنیش اینه که نصف دیگه پول به کلی از بازار سهام بیرون رفته و احتمالا وارد بازارهای موازی شده بازارایی مثل مسکن، ارز و بقیه ای کالاهای سرمایه‌ای. به این ترتیب میشه دلیل دیگه ای آورد مبنی بر اینکه انتظارات تورمی جامعه احتمالاً با موج جدیدی از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه همراهه اتفاقی که همیشه هنگام عبر تورما رخ داده و شاهد جهش سنگین بهای مسکن دلار و طلا هستیم. کنترلی که دولت روی این بازار را انجام میده عموماً بسیار موقت کم اثر و کم عمق و موج نقدینگی معمولا همش رو با هم بی اثر میکنه بله این گزارش اقتصادی سیزدهم گروه مد بویز به قلم ساسان آقایی و اجرای من مشتبه سامی و با ضبط مهدی ابراهیمی عزیز بود.